نام الله بخشنده و مهربان با عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات با برنامه باستانی تاریخ در خدمت شما عزیزان محترم هستیم و کماکان سیره سومین خلیفه مسلمین عثمان بن افان رضی الله تعالی عنه عرض خوش آمد خدمت استاد حسینی عزیز و گرام و علیکم السلام و رحمت الله و رکاتو. خیلی خیلی خوش آمد استاد حسین عزیز و گرام برنامه خودتون اما از بیننده ما در هفته پیش در مورد فتوحات عثمان رضی الله تعالی عنه صحبت کردیم که فتح ارمنستان بود از فتح ارمنستان صحبت کردیم که چه دستاوردی را برای مسلمین داشت و به چه صورت صورت گرفت بعد از اون ترابلس شام در مورد فتح اونجا صحبت کردیم اما در این برنامه به حول قوه الهی در مورد فتح جزیره قبرس و فتح آفریقا صحبت خواهیم کرد اما استاد حسین عزیز گرامی در مورد جزیره قبرس و فتح اون و اینکه این حالا بگیم قبرس تحت نظر چه امپراتوری بود با توجه به اینکه دو امپراتوری بزرگ اون زمان ایران و روم بودند و موقعیتی که این سرزمین یا این کشور داشت بسم الله الرحمن الرحیم همطور که اشاره کردید دو امپراتوری بزرگ با دو دیانت مختلف بر جهان حکومت داشتند امپراتوری روم که همون در قرن چهارم تقریبا بعد از میلاد تقریبا دیگه مسیحیت را به عنوان دین رسمی خودش قبول میکنه البته همونطور که همه میدونید اون مسیحیتی که انتخاب میکنند یک فقط اسمی و یه قالبی یا در حقیقت بگیم از مسیحیت است باقی اون چیزی که در داخل هست همون عقاید ما قبل از مسیحیتشون هم بوده یعنی روم با تمام عقاید گذشتهشون فقط اسم عوض کردن و خود را به عنوان پیروان مسیح علیه و السلام معرفی کردن اما در حقیقت آن اعتقادات اصلا اعتقادات حضرت مسیح علیه و السلام نبوده بلد. قبرس به عنوان یکی از استانهای پیرو امپراتوری روم بوده بلد. بلد. و معتقد مسیحی ارتودکس بودند بلد. که از تقریبا از قرن پنجم 431 میلادی قبرس به مسیحیت ارتودکس می تمام مردم قبرس همون یک عقیده رو داشتند و گفتیم که زیر نظر امپراتوری روم هم بوده چون بالاخره مسیحی بودند درست. زیر نظر امپراتوری روم بودند روم بوده. بله. با توجه به فتوحات اسلامی که میشه و شهرهایی که کنار ساحل بودند گشوده میشن فتح میشوند بیزنتی ها یا رومی ها حملاتی به مسلمون ها داشتند خب معمولا مسلمون ها وقتی جایی رو فتح میکردن به خاطر کمبود نیرو که داشتند حالا یا صلح میکردن با مردمان این شهرها با صلح بله. و یا اینکه نیروی اندکی اونجا رو میگذاشتند بله. که خب در معرض همیشه یا پیمان شکنی بودند یا اینکه حجوم مجدد نیروهای دشمن حالا چه امپراتوری از بقایای امپراتوری ایران در داخل ایران و یا از امپراتوری روم وقتی که شهرهای ساحلی فتح می شود می بینیم که مورد حجوم نیروهای بزنتی قرار رومیان قرار می نیروی در رومیان نیروی قوی بود بل. و خواهیم دید که در نهایت بنا به اصرار حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه موافقت میکنند که نیروی دریای اسلامی هم تاسیس, تأسیس بشه بله. و جنگ ذات و سواری وقتی رخ میدهد در اونجا تونستن صحبت خواهیم کرد انشالله شکست سنگینی به امپراتوری روم وارد کنند که حتی خود پادشاه روم زخمی میشه و به زحمت میتونه خودش نجات بده بله. البته در خواهیم دید که در ابتدا چه نقشه ای داشت پادشاه روم که بتونه به راحتی نیروی دریایی مسلمان ها را شکست بده اما موفق نمیشه پس اولین ناوگان دریایی اسلامی در واقع در زمان خلافت عثمان رضی الله تعالی عنه با پیشنهاد معاویه رضی, رضی الله عنه. عنه بله. 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 چون بالاخره چون درگیر بودن با دشمن دوست. نیاز مبرمی به نیروی دریایی بود دریای معمولا عرب ها روی دریا کار نکرده بودن گاهی جنگ نداشتند جنگ, جنگ دریایی جنگ اونها در خشکی بود حالا بله. با اسب و شطور دیگه غیر از این چیزی نبود اما دریای چیز جدیدی بود براشون بله بدین خاطر هم میبینیم وقتی که اولین بار این جنگ ذات و سواری رخ میدهد پادشاه روم اصلا خیلی اینها را کم دید بنا اولا دست کم گرفت خیلی دست کم گرفت بود هم تعداد کشتی های مسلمان ها کم بود و اینکه خبره اون نیروهای رومی نداشتند که در دریا چندین سال حکومت داشتن دریا زیر سلطه اونها بود بله خب میبینیم که با توجه به نیازی که بود به پیشنهاد حضرت معاویه حضرت عثمان رضی الله عنهما موافقت میکنند که نیروی دریایی اسلامی ساخته بشه. خب هدف هم گفتیم که یکی دفاع از ساحل بود از شهرهایی که کنار ساحل بودند و همچنین هجوم بر شهرهایی که از اونجا به مسلمان ها حمله میشد و پایگاه اونها شده بود. و از طرف دیگه دفاع کردن از از شهرهایی که در داخل یک کمی دورتر هم فتح شده بود چون وقتی که اونها میتونستن به راحتی حمله کنند ساحل رو بگیرن حمله میکردن به شهرهای داخلی توست. یعنی اینها همه باعث شد به اضافه بحث اقتصاد هم بود تجارت بود بالاخره اون مسلمان ها اونجا بودن نمیتونستن که خود را منعزل کنند از جهان و هیچ گونه تجارتی نداشته باشند نیاز به این بود که نیروی دریایی باشه که بتونه استمراریت تجارت بین این در, در, دریا و بین جزیره ها و شهرهای مختلف رو تضمین کنه بله. این بدین خاطر میبینیم که حضرت عثمان رضی الله عنه موافقت میکنند که ناوگان دریای را ناوگان دریا همین بود که در اواخر عهد حضرت عمر رضی الله عنه قبل از شهادتشون و همون دی اوایل خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه بود که بیزانتی ها رومیان حمله میکنند بعضی از شهرهای ساحلی را وارد به تصرف در میارند بله حمله یکی رومیان میکنن و بعضی از شهرهای ساحلی را بار دیگه به تصرف در میارند. مثل اسکندریه در مصر بله بندر اسکندریه بندر اسکندریه در مصر خب اینجا دیگه واقعا نیاز به داشتن یک نیروی دریای اسلامی به شدت دیده شد و پیشنهاد حضرت معاویه رضی الله عنه بود که بایستی در برابر رومی های نیروی قوی داشت و حتی باید حمله کرد به مناطق پایگاه های اونها که از اونجا که حمله میکنند و شروع می کنند و آه. به عنوان هم مدد میاد و هم آجوخه میرسه براشون مرکز اونهاست دیگه بدین خاطر این پیشنهادو میدند که به حضرت عثمان رضی الله عنه ابتدا شرط میکنن برای اولین بار که میخوان به قبرس حمله کنند بگه حتما اولا کسی رو وادار نکن یک برای شرکت در این جنگ بسلم برای کسی که بیاد رو دریا میخواد بره چون به با اولین بار هست جنگ تجربه جنگ دریایی هم کسی رو وادار نمی کنی اعلان کن هر کس با اراده خودش بله. دو خانمت همراه خود دبر بله برای چی؟ یه وقتی همسرش همراهشه و تو کشتی تو دریاست دیگه این میشه قوت قلب بله اصلا که قصد برگشت نمیتونه داشته باشه همسرش همراهشه فرزندش همراهشه به عنوان یک زامینی بود برای اینکه مردم دیگه اطمینان داشته باشن که بله به این در این سفر که هستن معاویه هست همسرش هست فرزندش هست اگه چیزی بشه اول اینها از بین میرن بله اینها از بین خواهند رفت خیلی جالب هست که گروهی از صحابه رضوان الله علیهم در اولین در این جنگ که برای فتح قبرس بود حضور داشتند بله. گروه از همانند ابوذر غفاری ابوذر غفاری رضی الله عنه عباده ابن صامت همسرش ام حرام که دعا کرد که رسول الله دعا کن که من اولین کسانی باشم که همراه اینها در جنگ شرکت, در جنگ شرکت. کسانی که از امتم فرمودن که سوار بر کشتی میشن بر آب میشن برای جنگ با دشمن بله. تو محرومین که رسول الله دعا کن که من از آنها باشم مقداد بس. ابن اسود همه اینها و کسان دیگر از صحابه رضوان الله علیهم که از جمله کسانی بودند که در اولین جنگ احتشت. دریایی بله بله. اولین نیرو دریایی اسلامی شرکت داشتند و در برای فتح قبرس حرکت کردند بله. خب تونستند قبرس رو محاصره کنند و تسلیم شدند قبرسی ها تسلیم قبرس شد. تسلیم شدن پادشاه قبرس تسلیم شد چون اون قدرت و نیرو نداشت ما رضی الله چون خب اولین جنگ بود و اولین بار بود این قضیه دیگه قراردادی که با اهل قبرس میبندند قرارداد سبک و راحتی بوده که میبینید آه. که با این حال قبرسی ها این عهد و پیمان میشکنند شما در تاریخ اسلامی دقت کنید گاهی مسلمان عهد و پیمانشون نشکستند بل. و اگر جایی دیدن نمیتونستن از مردمی دفاع کنند بهشون اعلان میکنند که ما نمیتونیم از شما دفاع کنیم و آنچه که به عنوان جزیه از اونها گرفته شده بود به برمیگردوندن اعلان میکنند که ما نمیتونیم شما دفاع کنیم و برای این جزیه ازتون و جزیه که گرفتیم برش میگردونید بر چون این جزیه در برابر این بوده که از شما دفاع کنیم دفاع ما دفاع نمیتونیم بکنیم نشینی میکنیم هیچ وقت در تاریخ اسلامی مسلمان ها نقض عهد نکردند، پیمان شکنی کردند بله اما به راحتی شما وقت نگاه میکنید دشمن غیر مسلمان به راحتی پس اصلا از صفت مؤمن نیست که عهد و پیمانش بشکنه بشکن. چه با حتی با کسی در حال جنگ بوده خیدوش، حتی با دشمنش بوده درمان. بله عهد و پیمان رو نمیشکستن بله. اما خدا فرموده که زمانی که از قوم دیدید که میخوان خیانت کنند نشانه هاش دیگه واضح و مشکل شما فهم بذ علی سوا ده بیشون اعلان کن که دیاد پیمان با ما نیست با ما ندارید اعلان کن نه اینکه بخوای خیانت کنی و این ما تخافن من قوم من قوم خیانتا فهم بذ علی سوا ان الله لا يحب الخائنین درست خدا خائن و دوست نداره خائن هر کی باشه ولی وقتی که متوجه شدید که میخوان خیانت کنن بهشون اعلان کنید خب قراردادی که میبندن این بود که سالانه همون گونه که قبرس داره به پادشاه روم جزه میده همون مبلغ هم به مسلمان ها جزه بده, بده. میخواد به روم پرداخت کند پرداخت نکند این ما دخالتی نداریم اما سالانه هفت هزار دینار جزه پرداخت کنید این مبلغ شما پرداخت میکردید به پادشاه روم تو قضیه جزی است سنیلا باتارجوی که شما شارع کردید که رومی ها هم حالا جاهایی که تحت نظرشون بوده به نوعی از اینا جزیه میگرفتن بله. امپراتوری فارس هم این کار رو میکرده بله بله. اما دیده میشه که حالا خواهرشناس اینها میان و رو قضیه جزیه به ویژه رزوم میکنن رو اینو میگن که آقا مسلمان ها جزیه میگرفتن از بقیه و این نوعی حالا بگیم جفا و ستمی بود که بر کسای دیگه روا می داشتن این قضیه جزیه اگه ما بخواهیم ب... یعنی بهش بپردازیم آیا واقعا حالا با توجه می که اونا می گرفتن جزیه رو زور هم با ظلم هم می گرفتن و ظلم بیشتر هم می گرفتن معمولا بیشتر هم... از اون مبلغی که مسلمان ها می گرفتن هم می گرفتن در کل خزی جزیه اگه بخوایم بگیم که چه هدفی داشته چی می توانیم بله. جزیه در اسلام تو گفتیم که اینطور میاد که ابتدا اسلام برشون عرضه میشه. اگه نمیخوان اسلام قبول کنن صلح کنند در مقابل صلح که دولت به اسلام چیزی پرداخت میکنند و قرارداد با هم میبندند که در این قرارداد دو طرفه است که هیچ کدام حق خیانت به همدیگه نداره و دفاع کنه از اون بله. چون به عنوان یک نیروی برتر هست و از اینها دفاع میکنه در مقابل این دفاع ساران چیزی پرداخت میکردند شما بیاد داشته باشید بینندگان حتما عزیز حتما بیاد دارید که وقتی که در سیرت حضرت عمر صحبت کردیم وقتی که در بحث خراج شد مالیات یک بعد پرداخت بشه سرزمین عراق باید پرداخت کنه وقتی که نمایندگانش میفرسه دو نفر از صحابه تاکید میکنه چندین بار آیا این مبلغی که شما قرار دادید زمین میتونه بیرون بده اونها میتونن روی زمین کار کن تواناییشو دارند بله. اونها تکرار کردن گفت خب حالا که شما میگید من قبول میکنم یعنی هدف این نبوده که به هر نحوی شده از مردم پولو بگیرن در مقابل آن دفاعی که از اینها میکردن و بله. اون حق و حقوق مسلمان ها را داشتن بار دیگه به خصوص اونهایی که در خود جامعه اسلام زندگی میکردن میگفتن شما مسلمان شد خب خب همون حق و حقوق مسلمان دارید مسلمان هستید حالا در زیر نمیخواید مصمون بشید با ما قرارداد صلح میبندید یه چیزی پرداخت میکنید نمیخواید دیگه راه سومی نمونده دیگه و در واقع الان هم اگه ما نگاه کنیم اساس در اصل خودمون حالا خیلی از ائتلافایی که از مثل ناتو و نمیدونم نیروهای بنوعلی که هستن حالا برای حالا در واقع ناتو که اعضاش اگه دچار مشکلی بشن از اونها دفاع میکنه مثلا یا برخی از مر قدرت ها که حالا بلی. از برخی کشورهای کوچک و اینها در واقع همین همین قضیه هست دیگه اونها هم در قبال میگن ما در قبال دفاعی که از شما میکنیم یا در قبال نمیدونم حالا پیمان نامه هایی که با هم دارن یک سری یک چیز شبیه این میگیرن یعنی این رواج داره امروز بلی بلی. اما کسی بر این ایراد نمیگیره اما بله. زمانی که به جزیه حالا که در چیز اسلام در واقع در فتوحات اسلامی هست برای اینکه میخوان تاریخ اسلامی رو یا شریعت ما رو حالا به نوعی بدنام کنن به این حمله میکنن بله اون ظلمی که به خصوص در اروپا بود و یا در زیر امپراتوری ایران نسبت به رعیت بود حتی رعیت خودشون چه برسه به دیگران که این مبلغ باید حتما به هر نحوی شده پرداخت بشه به نحوی شده بعدم که نظام طبقاتی وحشتناکی بود که هیچ کس نمیتونست از یه طبقه بیرون به طبقه بالاتر بره حتی بل. اگر وضعیت مالی خیلی خوبی هم داشته باشه بله حتی فردوسی در شاهنامه میاره وقتی که یکی از پادشاهان ایران میخواست بره برای جنگ کم بوده مال داشت یکی از تاجران طبقه سوم بود که گفت به من حاضرم خرج خرج بدم به شرط اینکه حق یاد گرفتن خواندن نوشتن داشته باشم خودمون فرزندیم قبول نمیکنه کنه پادشاه بله یعنی به هیچ عنوان نمیتونه حتی بالاتر برود یعنی هم نظام طبقاتی وحشتناک بود و هم اینکه اینها ناچار بودند باعث پرداخت میکنن حتی اگر باعث فقر و بدبختی و رنج مردم بشود اما وقتی ما خوندیم دیگه اینها هدف در اسلام این نبود که مال به هر نحوی جمع بشه به اندوزه که توانشون بود به اندازه توانش. در سال در سال یک دینار مثلا میگفتن که بر هر انسانی که بالغ و تواناست و استطاعت پرداخت بود بالغ و توانا باشه توانش پرداخت میکنه اونه که پیر میشدن نیافون معاف حتی دولت اسلامی کمکشون میکرد از بیت المال به کمک اینها میشه کمکشون به عنوان اینکه شهروند هستند حتی اگه غیر مسلمون باش. حتی غیر مسلمون باش به عنوان شهروند حق این که از حقوق شهروندی بهره ببرند داشته در اسلام بالاخره انسان هستند دیگه درست است که مسلمون نیستن اما انسان که هستن مخلوق خدا هستند و خدا امر به احسان کرده احسان در مورد اونها بود دیگه خب در این شروطی که حضرت معاویه میبنده می می گفتیم که خیلی شروط سهل و آسانی بود چون اولین بار بود و نمیخواستن حتی در جزیره بیمونند یه شروط خیلی ساده ای قرار دادند گفتند که شما هم ما دیگه حمله نمی کنیم به جزیره در شما جزیتون پرداخت میکنید ما حمله نمی کنیم اگر بیزانتی ها میخواند که بر علیه ما اقدام میکنند به ما خبر بیدید بر علی شما یعنی برای بر ها برای مسلمون ها, مسلمون ها. بر مسلمون ها. بله. خب میبینیم که در سال سی, دو، سی دو هجری بله. سی دو هجری بیزانتی ها حمله میکنند به مسلمان ها قبرسی ها به کمک بیزانتی ها میشه به کمک بیزنتی ها و اون عهد و پیمانشون رو میشکنند بله. اینجا بود که معاویه رضی الله عنها رضی الله عنها حمله میکنه در سال سی و بله. جزیره بار دیگه فتح میکنه و این بار دیگه حتی در اونجا میبینیم که از ها هم در اونجا مستقر میشوند بله یعنی نیروهای زیادی نزدیک دوازده هزار نفر از مسلمان ها در این جزیره ساکن می مستقر میشن مساجد ساخته میشه از اهل بعلبک در لبنان حسلان میرن به قبرس تا یعنی که میبینیم که یک تغییر و تحولی به وجود آمارد اون قرارداد صلح اولی خیلی ساده بود آسون بود کاری بهش نداشتن اما چون عهد و پیمان شکستن دیگه اون شروط آسان قبلی دیگه کنار گذاشتن بله درسته باشون بارده بارده صلح شدن اما دیگه این نبود که دیگه ما ما اصلا اینجا نمیشینیم کاری نداریم به حال خودشون راه آره نه در اینجا دیگه مسلمان ها مستقر شدن و صلح کرده بودن اما مسلمان ها قدرت در اونجا داشتن بله میام در دریای مدیترانه و جزیره هایی که در دریای مدیترانه بود و حمله هایی که بیزانتی ها داشتن. از طریق اون جزیره ها بله از طریق در این جزیره ها بله که ناچ... بعد از اینکه این نیرو دریایی اسلامی تشکیل میشه به نزدیکترین جزیره در شام بلد. جزیره ارواد بهش میگفتند در حالا عربی هست بله. در بین ترابلوس و جبله بود اما نزدیک شهر انترتوس یا که وقتی که از سال, سال اول حمله به قبلس داشتن که داشتن وقتی که برمیگشتند به این به این جزیره حمله میکنند و چون قلعه محکمی داشته داشت ساکنان این جزیره متحسن میشن در داخل قلعه بله. و در سال ۲۹ اینها موفق میشن که جزیره را فتحش, فتحش کنند بله. و البته خب در این فتح کلی این جزیره حتی اومده که تا سال 54 طول چار کشیده یعنی فتح کلی کامل جزیره تا سال 54. سال تقریبا پس در خود دقت کنید الان در, در دریا مدیترانه یک دریا بسیار حساس هست الان چون وقتی نگاه میکنید هم کشورهای اروپایی بر اون هستن هم کشورهای آسیایی در این کنار این هستن هم بعضی از کشورهای آفریقایی مثل الجزایر یا در کشورهای اروپایی مثل ایتالیا ترکیه هست و خود لبنان هست خود در سوریه هم هست یعنی این دریای مدیترانه در استراتژیکی داشت یک بله که داشت که در اونجا رومیان خوب مانور میدادند بله که بعد خواهیم دید که در ذات و سواری وقتی که شکست سنگینی رومیان میخورند این قدرتشون دیگه کم کم افول میکنه بله پس قبرس فتح شد و همچین جزیره هایی که در دریای مدیترانه بود و از اونجا حمله هایی میشد به شهرهای اسلامی کنار ساحل بله میایم به بحث فرماندهی این جنگ ها در واقع این جنگ های ساحلی بگیم استاد یعنی همش با معاویه الله فرمانده کل در این مناطق معاویه بوده رضی الله چون شام زیر نظر شام بوده و معاویه بر شام حکومت میکرد از زمان حضرت عمر رضی الله بعد زمان حضرت عثمان هم که بودند بله بله پس زیر فرماندهی معاویه رضی الله عنه بود ابن سفیان رضی الله عنهما بلد. خب دیگه خب نیروهای مناسب و فرماندهان مناسب و انتخاب میکردند بله. بحث فتح آفریقا پیش میاد آفریقا میبینیم که خود مصر توسط عمر بن العاص الله عنه فتح میشه مصر, مصر توسط عمر, ب... عمر, عمر بن العاص الله عنه, عنه فتح میشه میبینیم بله. که رومیان هم هیچ وقت ساکت نمینشستن حمله میکردن به خصوص به شهرهایی که در کنار ساحل بودن بله. مثل اسکندریه عمر بن عاص رضی الله عنه در سال 22 هجری یک قرارداد صلح ببنده و حدود مصر رو تقریبا در شکل و امنیت به وجود بیاره در مرزهای مصر مرزهای مصر بله همچنین وقتی که ترابلوس رو فتح میکنه در سال 23 این امنیت مرزها بیشتر میشه در سال 27 هجری می‌بینیم که فرماندهی مصر به عبدالله بن سعد بن نبی سرح سپرده میشه یعنی امر الاس از میشه عبدالله بن سعد بن نبی سرح به عنوان حاکم مصر از طرف امیر عثمان رضی الله عنه فرستاده میشه باردی بحث فتوحات اسلامی که پیش میاد در آفریقا پیش میاد بله آفریقا زیر سلطه بیزنتی ها بود زیر سلطه رومیان بود عبدالله بن سعد بن ابی سر, بن سر بعضی از لشکریان رو میفرسته به طرف آفریقا بله به عنوان فقط تلایه دار استکشاف ببینن چه خبره اوضاع احوال چطوری است ؟ گروه های گشتی در واقع ها بله همون گروه های گشتی رو میفرستیم یک خبری جمعواری کنند بله خبر رو آوری کنند بعد از این خبرهایی که جم... خل... جالب هست ابتداد همینطوری که دل و بیابون و به جنگ نمیزدن دل, نمیزدن. دل, نمیزدن. دل آره قبل از اون یه معلوماتی جمع میکردن از موقعیت ها از جایی که مد نظرشون هست در واقع حساب شده حرکت میکنه بله بعد از این جمعورین معلومات بود که از عثمان بن عفان رضی الله عنه امیر المؤمنین اجازه خواستند که برای فتح آفریقا حرکت کنند آفریقا زیر سلطه رومیان بود بیزنتی رومی ها بود, بزنتی ها بود. بله. بله. حضرت عثمان رضی الله عنه اجازه میدند و نیروی کمکی هم میفرستند بله نه اینکه فقط اجازه میدن بلکه نیروی کمکی, هم به فرمانده حارث ابن حکم میفرستن بله به طرف قرتانجه وقتی که حر، حرکت میکنن که مرکز تجمع نیروهای بیزنتی بود رومیان بود بله خب فرمانده بیزانتیان وقتی که با خبر میشه نیروی بزرگ جمعآوری میکنه حقیقتا این جنگ جنگی بود که این پیروز میشد اون چی میخورد نهایی نبود بله. که کدام لشکر شکست میخورد یا کدام لشکر پیروز میشه حالت جنگ فرسایشی داشته داره. آره یه روز این یه روز اون ش... بله. ش... کشاین کش این امروز بیشتر کشه اون فردا بیشتر تا اینکه حضرت عثمان رضی الله نیروی کمکی به فرماندهی عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما میفرستند بله نیروهای کمکی به فرمانده عبدالله بن زبیر نیروهای تازه نفس اومده بودن دیگه بله. تونستند که بر رومیان در بله. این جنگ پیروز بشه بله, بله. و خود فرمانده بیزنتی ها هم کشته میشه در این جنگ و بله. باقی نیروهای رومی هم تونستن فرار کنند و شهر سوبیتله که در نزدیکیش این جنگ رخ داده بود فتح میشه دیگه فتح میشه. خالص اگه موافق باشید میان برنامه آمده هست سایزان بیننده میریم با هم میان برنامه را ببینیم انشاءالله و خدمتون برم بله ساسین گرامی با عرض خسته نباشید خدمت شما سال گرامی اما فتح آفریقا که در حقیقت از زمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه این فتح آغاز, آغاز شد و دنباله فتح آفریقا توسط خلیفه سوم مسلمین عثمان زنورین رضی الله تعالی عنه شما به اینجا رسیدید که فتح صبیتله و گریختن حاکم رومی بله. اونجا بله. خیلی مسئله جالبی ذهنیم خطور کرد اولا که اینها از مکه از مدینه بلند شدند بله. و مردمانی بودند که اصلا قانونمند من نبودن زیر, زیر سل... ای هم نبودن بله. تنها سلطه ای که قبول داشتن فقط رئیس قبیله خودشون بود بله. با کسی دیگه هم نبود به این خاطر این چقدر احادیث تاکید میکرد که انسان نسبت به حاکمش فرماندهش و تاعه داشته باشه چون بله. اینها اصلا اهل این که زیر سلطه کسی برن نبودند بله. و تنها کسی که قبول داشتن اون هم ف... رئیس قبیله بود. و ولایشون فقط برای قبیله بود بله. چه به حق چه به باطل مهم نبود بله. مهم اینه که قبیله بله. اسلام میاد اینها رو تربیت میکند این انسانهای افسار گسیخته انسانهایی که به هیچ قانون پایبند نبودند انسانهایی که مشرک بودن اونها رو جمع میکنه عقیده توحید بهشون میده یاد بهشون میده درس بهشون میده که باز چگونه منظم باشن قانونمند باشن بله. حق مخالفت نداشتن نافرمانی نداشتن و بعد میبینیم که الان کجا رسیدن بله. از این طرف میبینیم که شام مرکز امپراتوری روم از دست اونها میگیرن فلسطین ازشون میگیرن بله. میان الان مصر رو گرفتن میان به طرف آفریقا میخوان دارن میرن اینها چی بود چی شد و بعد نگاه کنید هر جام که میرند خرابی به بار نمیارند انتقام نمیگیرند انتقام سازنده هستند بله. آزاد کننده انسان هستند بله. انسان آزاد میکنند امکان داره درست بعضی ها در جنگ به اسارت گرفته شود اما به طور کلی دعوت آنها دعوت آزادی انسان هست که انسان آزاد باشه بله. آزاد فکر کنه آزاد میخواد انتخاب کنه دینش هر دینی میخواد داشته باشه و حکومت ها حق ندارند که جلو آزادی مردم رو بگیرن مردم و بی... هر کی میخواد هر چیز رو انتخاب کنه این به کجا رسیدن یعنی از مصر الان رفتن به آفریقا رسالت آنها همون گونه که ربعی, ربعی ابن عامر به رستم گفت گفت ما یه رسالتی داریم در میان آره در میان ما... ما مردمانی بودیم که مشرک بودیم اون چیزی گفتی تو درست گفتی در مورد ما خداوند پیامبری را در میان ما میفرسته دعوتش این بود الان ما یک رسالتی داریم تا که رسالت ما را قبول کنی ما با تو کاری نداریم ما برمیگردیم مسلمون شدی تموم شد کاری نداریم به تو دیگه جنگ نم تو مثل ما برادر ما هستی بله بس اینها برای ویرانی برای خراب کردن نیومده بود نیم. اگه برای ویرانی بود همه چیز خراب میکردن شما نگاه در تاریخ چه کسانی خرابکاری کاری چه کسانی خونریزی کردند مغول ها بودند تاتار ها بودند صلیبی ها بودند یعنی بعد از نوکن... هم زمان با فتح اسلام یا بعد از فتح اسلامی چون نگاه چه کسانی خراب چه... کشتن ویران کردند از بین بردن تمدن میخواستن از بین ببرند بله. مغول چقدر کتاب از بین بردند، چقدر کتاب خونه چقدر دانشمند چقدر انسانو کشتن تاتار به همین صورت صلیبی ها چقدر کشتن در قدس چقدر کشتن در شهرهای دیگه وقتی دست پیدا میکرد چقدر میکشتن بله. اما میبینیم وقتی میبینیم که این مسلمان ها با این همه عهد شکنایی که مواجه میشدند بار دیگه وقتی که باش میجنگیدن تسلیمشان صلح میکردن صلح ازشون قبول میکردن بله صلح ازشون قبول میکردن درست مگه قبرس صلحشون شکستن بار دیگه ماوی بهشون حمله میکنه باشون صلح میکنه انتقام نمیگیره نمیاد که دین رو قط... کلن از بینشون میبره خراب کند کلیسا از بین میبرد یا آتشکده از بین ببرند شما آتشکده ها میبینید کلیسه ها میبینید در کشورهای اسلامی بودند کلیسه ها یا آتشکده هایی که چندین سال چندین قرن عمر داره از, از اون زمان بوده دست نزدن برای مره. چی؟ چون اینها رسالتشون نیست مثلا رسالت چرا انسان سازه مره. انسان میخواد بیاد بس قبول کنه نمیخواد قبول کنه که تو میدونی وادارش کنی به مسلمون شدن که خداوند فرموده درست عبدالله بن نبی سرح وقتی که از آفریقا بر... بله بله بس سرقه قبل از اینکه بیم به استاد حسین اون چیه که من از صحبت شما فهمیدم و در کل یعنی بگیم فلسفه فتوحات اسلامی در حقیقت همونطور که شما فرمودید که در پیامی که ربی ابن عامر به رستم میگه اینه که موانع آزادی عقیده برداشته آزادی انسان, انسان. آزاد فکر کردن انسان بله آزاد بله. انتخاب کردن انسان یعنی اون تاغوت ها و قدرت ها و سلطه هایی که میخوان انسان رو به بردگی بگیرن بله. و به زور اون وادار به پذیرش یک عقیده یا فکر یا حالا هر چیزی که بله. حالا خودشون میخوان در واقع اونها را به زور تحت یوغ قدرت و زور مجبورشون کنن اسلام میخواد این موانع رو برداره دیگه شما آزادی بله. مسلمان بشی نشی نشد. بر دین خودت بمونی آره. شما رو آزاد مردم آزادی انتخاب داشته باشند بله. شما اگر حکومت میخواد بمونید بعد این آزادی رو به مردم بدید بله. مردم آزاد باشه میخواد مسلمان بشه میخواد بر دیانت خودش بمونه هرچی میخواد باشه فقط مهم این است که این انسان بعد آزاد باشه چون خداوند اونو آزاد آفریده بایست آزاد هم انتخاب کند دین نمیشه به کسی تحمیل, تحمیل, تحمیل کرد اجبار بگی که آقا باید تو مسیحی بیشی یا مسلمون بیشی یا به اجبار شیعه بشی به اجبار سنی بشی به اجبار یهودی بیشی به اجبار, اجبار بودایی بشی اجباری در دین نیست این سخن خداست که لا اکراه فی الدین اکراه در دین نیست خیلی مهم هست این قضیه مسلمانان صدر اول اینو خوب در کرده بودند خوب میفهمیدند علمای ربانی امت اینو خوب در کرده بودند و هیچ وقت بحث اجبار کردن مردم نبود بدین خاطر حتی شما چقدر در احادیث میخونید اگر شما با یک معاهدی کسی با تو عهد و پیمان داره اونو بکشی رسول الله که بوی بهش به دماغت نمیرسه حتی که مسلمون باشی مسلمان بیاد معاهد رو بکشه معاهدو بکشه یا اون که اهل ذمه هست در زیر دولت اسلامی داره زندگی میکنه پرداخت جزه میکنه اونو بکشی به ناحق میگه که بوی بهش به دماغت نمیرسه بله دیگه این که حق این کارو چون خب اهل ذمه باشه چطور میکردی اونو میکشی معاهده تو باش عهد و پیمان داری دولت اسلامی باش عهد و پیمان تو چطور اونو میکشی ولی الان طرف میاد میگه که کسی که امامت رو قبول نداره جانش حلاله، مالش حلاله، دارای و ممتلکاتش حلاله آیا این این برگرفته از روح شریعت اسلامی به هیچ هست؟ عنوان نه این نه این کاری که داعش و و یا قبل از اونها خوارج می اینها به طور کلی یک فکر صد در صد منعرف از اسلام هست صد در صد فکری که داعش داشت فکری که روافظ داشتن فکری خوارج داشتن گروه های انحرافی افرادی، هیچ ارتباطی فکرشون با دین ندارد فقط همونطور که حضرت علی فرمودن کلمه تو حق یراد به باطل یه آیه از قرآن استدلال میکنن برای توجیه کردن کارهای زشت و نادرستشون انحرافی که درشون هست بله قرآن رو میخونن ما فهم قرآن ندارن از دین در همین که تیر از کموندان در کمان در میره پس اسلام هیچ وقت نمیخواد که شما وقتی مسلمون میشید با اکراه مسلمون بشید شخص انتقامجو و حاقد و کیمتوز نه نه نه، هیچ و با ای باشید بله بله اینو نمیخواد اصلا شما یه فردی به زور باید مسلمونش کنید به درد چی میخوره برای چی مسلمون بشه به زور به اجبار بله خب میخواد خدا به بپرست پرسته نمیخواد نه برسته. اجبار که معنایی نداره شما فرد نمیتونید وادارش کنید که آقا حتما بعد این غذا رو بخورید چطوری وادارش میکنی که باید حتما مسلمون میشه حق نداری آزاد باشه پس اصل در اسلام وقتی که نگاه میکنم خیلی جاها ساسنی بله من میخواستم بنشاره اشاره کنم که الان نگاه کنید با اینکه حالا یعنی دین ما سبحان الله زیبایی دین ما رو نگاه کنید چطوری انسان‌ها رو آزاد گذاشت الان در کشورهایی که در اثر جا... امروز ما که میگن اصر تمدن هست و اص... اصر, قانون حقوق بشر هست تو نمیدونم یعنی ادعاها فقط و احترام گذاشتن به حقوق, حقوق انسانهای دیگه هست و کشورهایی که این همه دم از تمدن و علم و پیشرفت و در زمین صنایع و اینها حالا خودشون رو جلو میبینن می به عنوان مثال ما چین رو نگاه کنیم کشوری که این همه ادعای صنعت و تکنیک و پیشرفت و چگونه با زور و اکراه میاد مسلمان های ترکستان شرقی رو میبره تو اردوگاه های خاص و مجبورش رو میکنه که آقا شما باید از دین خودتون برگردید بعد گوشت خنزیر بخورید گوشت خنزیر بخورید،, بخورید, مشروب بخورید قرآن تو خونه ها تا نباشه مراقص تبدیل کرده همین کار رو الان هندوستانی که خودش رو جزو کشورهای توسعه یافته دنیا الان میدونه میگه تو زمینه تکنولوژی اقتصاد ما الان داریم میرسیم با آمریکا میرسیم به این کشور اون کشور همین کار رو داره با مسلمان کشمیر میکنه تو برمه که رئیس جمهورش رو میرن جایزه نوبل بش میدن آره جایزه صلح نوبل این بازور، با زور با اکرا با انواع جنایت ها آقا مسلمان ها رو میخوام مجبور کنن که شما دین خودتون را همین کار رو روسیه حق میکنه قائل نمیشن آره. قائل نمیشن همین فشارها رو میبینیم تو دنیای غرب تو اروپا با این که ادعای آزادی، آقا هجاب رو بردارید، هجاب نباید باشه، با شعار دینی مبارزه کردن، یعنی این همه ادعای تمدن، اما ما زمانی که شریعت اسلامی و تاریخ اسلامی و رفتار مترمدنانه و مترقیانه مسلمانها رو با بقیه ادیان یا صاحب عقاید دیگه، حتی اونهایی که وسنین، حتی اونهایی که هر چی میپرسیدن، چجوری چجوری بله. با آنها برخورد میکرد بله خود چون از یک عقیده گرفته شده قرآن خداوند خالق همه انسان هاست بله حالا این انسان هست که راه را انتخاب میکند مؤمن میشه یا کافر میشه همه مخلوق خدا هستیم خدا در عطای ربوبیت به همه خوبی میکنه به همه در اختیار همه گذاشته درست چه مؤمن چه کافر به همه روزی میده به همه میدرست. و انسان مؤمن به یک انسان از این جهت احترام میذاره که مخلوق خداست این چیزی که امام شاطبی هم رحمت الله علیه میاره در حالا اعتصام هست در کتاب موافقاتشون, موافقاتشون بله. که ما از یک جهت هر, انسان هر دوست داریم بله. چون مخلوق خداست چون خدا را دوست دارم و خدا خالق این انسان هست من از این جهت رو دوست دارم حالا بله. درست هست به خاطر کفرش عقیدش من ازش بدی از کفرش از عقیدش بدی از بدم میاد بله. اما چون از خود یک انسان چون مخلوق خداست آفریده خداست و خداوند هم انسان رو احس... در احسنین وجه آفریده به از این جهت ما دوست داریم هر انسانی را به این خاطر اگه انسان دوست نداشته بود دیگری خیرخواهش نمیشه بله. شما خیرخواه کسی میشید که دوستش داشته باشید بله. کسی که بدت میاد هیچ وقت نمیتونی خیرخواهش بشی. کاملا درست این خاطر واقعا مسلمون هایی که دین و فهمیدن خیرخواه بودن چرا خیرخواه چون که مردم رو دوست داشتن بله میگفتن که این نیلکم رسول امین امین هستم رسول هستم و امین هستم حریصون علیکم بله دوستتون داره خیرخواهتون خیرخواه هست خیرخواه شرتون نمیخواهد خواه... نمی رسول الله همیشه در مشرکین میگفتن که من خیرخواه شما هستم شرتون نمیخوام دوست. من اصلا شر شما رو نمیخوام دوستتون دارم خیرخواهتون هستم پس یک انسان مسلمان زمانی میتونه خدمت کنه یک انسان به طور کلی که دیگران دوست داشته باشه این صفت انسان مؤمن هست که خیرخواه دیگران هست دیگران دوست داره وقتی که اینو تو احسان کنی خوبی کنی خب به بنده خدا داری خوبی میکنی خب سبب این میشه که مردم بیان به طرف دین برست. و هیچ وقت خود کشتن در اصل نبوده چون نگاه کنید با اینکه با شما میجنگن دشمنت هست با تو سر دعوا داره با این حال ابتدا میگن که آقا شما مسلمان بشید بیایید ایمان بیارید اسلام این هست اسلام برشون عرضه میکنند آقا قبول کردید شما برادر ما هستید مثل ما هستید هیچ فرقی با ما ندارید ما هیچ کاری دیگه با شما نداریم در اینجا شما تمام شما مسلمان هستید آزاد هستید بله نمیخواد مسلمون بشید بیاد این شرط دوم قبول بذار مردم آزاد باشن و ما از شما حمایت حمایت میکنیم در قابل این حمایت دی. مبلغ پرداخت میشه که نخواهیدم که ما دیگه با این آخرین پیشنهاد هست که اونم جنگ میشه دیگه آخرین گزینه هست ولی دقت کنیم با این حال که جنگ میشده همیشه مسلمون ها سبب پیشرفت همون شهرها همون کشورها شدن ما به با عنوان بارزترین مثال شما نگون در خود ایرانمون ایران قبل از اسلام چی بود؟ و بعد از صفویه چی شد؟ بل اصلا خود قبل از اسلام نه بله بعد قبل از اسلام مگه نظام طبقاتی نبود مگه این همه ظلم نبود درست, درست از کشور بود یک امپراتوری بود اما ظلم بود بر مردم بله انسان به عنوان انسان بهش نگاه نمی کرد. قرامت نداشت ارزشی نداشت نظام طبقاتی بود بعد از اسلام بدرتن خدمت به بشریت چی کرده علمای سرزمین فارس کرد که در حدیث هم رسول الله فرمودند: صلی الله علیه و لو کان ال ایمان و فی الثریا رجال من فارس بله یا علم بله. ده اگه علم یه حدیث دیگه علم در آسمان بله. یعنی خدمتی که غیر عرب به اسلام کردن تقیق کنن غیر عرب به اسلام کردن بله خیلی بیشتر از از خدمتی که عرب بله تونیست اسلام برسونه این نور به مردم رسونده آزادشون نگه داشته حتی اونهایی هم که امکان داره مسلمان نشدن در دولت اسلامی زندگی کردن در جامعه اسلامی تونستن مقامات علمی بالایی هم دست بیارن به دست بیار شما خیلی جامعه بود که فلانی مح... دکتر بوده یهودی بوده فلسن. یا زرتشتی بوده در پرتو اون تمدن اسلام اجازه داره. بشن آره اونا که مسلمان شده میدونیم که چقدر مسلمان ها چه, چه خدمت بزرگی کردن از جاهای مختلف همه با هم دقت اگر یک دینی بود اومده بود که سرکوب کند از بین ببرد خراب کند خب دیگه افراد اون ملت ها اینو قبول نمی کردن درست. و اینگونه در شکوفایی و رشد این تمدن سهم نمی شدن سهم بسیار زیده زیادی دارن غیر عرب در این تمدن اسلامی ده. یعنی نمیشه شما بگید که این تمدن سر فقط مال عرب هست یا ما فقط مال ایرانیا بود یا مال کشورهای دیگه بود نه همه با هم تونستن این تمدن اسلامی را بسازند چه اونی که در اروپا بود چه اونی که در آفریقا, آفریقا بود. بود. اونی که در آسیا بود همه با هم تونستن این تمدن بزرگ اسلامی را بسازند اونی که ایرانی بود اونی که از ماورای بلاد خراسان بود بلاد نهر نهرین بود نهر بود, بود. از همه بوده. با هم شما میگید چون نگاه کنید علمای بزرگ حدیث علمای بزرگ لغت عرب بله. همین مگه سیب عرب بود خب هنوز آرامش تو شیراز دیگه مشخص اطراف شیراز در پزشکی در ریاضی ابو علی فارسی موسیقی... شما مال فسا فسای بله. خودمون فرس. الان فسا فسا الان یکی از شهرهای سان فارسه بله ابو علی فسوی به عنوان یکی از علمای بزرگ لغت عرب هست امام مسلم نیشابوری هست ابن ماجه قزوینی هست بله ابو داود سیستانی هست بله ترمذی از ترمذ بله. هست از بلاد چیز خب امام بخاری و همچنین شما به شهرهای دیگه کشورهای دیگه دیگه نگاه کنید در سوریه در مصر در تونس مغرب الان شما نگاه کنید حتی الان در مغرب 500 هزار من یه هفته پیش این خبر میکن خیلی جالب بود برام 500 هزار کودک در حال تعلیم قرآن هستن و حفظ قرآن حفظ قرآن هست 500 هزار نفر خب اینها که اصلشون هم عرب نبودن که و عجیب اینجا سوسن هستی که من تو صحبتتون به این اشاره کنم که اعترافی که تو خیلی کشورها حالا ما داریم به ویژه حالا در کشورهای خلیج در کشورهای عربی دیگه که بچه هایی که میرن تو مراکز تحفیز قرآن بعد از اون که میان وارد دانشگاه ها و مراکز علمی میشن جزو نخبهترین شاگردان دانشگاه ها در میان در هر رشته ای که میخونن سبحان الله این اج... یعنی قرآن عجیب اثری داره طرف اگه باله. پزشکی میخونه اگه مهندسی میخونه در هر رشته ای که میره قرار میگیره جزو نخبگانه اون الان تو انگلستان تازه به تازگی در لندن مدارس اسلامی جزو مدارس رتبه بالای لندن شدن همشون ستا تا رو... تا که, که اولین شدن اولین از مدارس باله. اسلامی در واقع و اینو نشون میده و ازگره من میخواستم اینو بگم این دین چطور مواهب و استعدادها رو شکوفا میکنه یعنی به هر جا که وارد بشه سبحان الله بله. زمانی که خوب فهمیده بشه با توحید قرآن درست فهمیده بشه سنت صحیح یعنی دین گونه که نازل عقل شده آره دین عقل و فهم اما اگر بر اساس انحراف باشه و غلو و یعنی این افکاری که در واقع اون دین صحیح نیست برعکس اونو انجام میده یعنی تخریب میکنه یعنی ویران میکنه یعنی قتل و کشتار و جنایت و فساد اگه ما بخوایم تشبیه ساده ای کنیم این اینه که انسان چشم داره وقتی که نور نیست انسان نمیبینه در تاریکی هست وقتی که نور هست انسان میتونه ببینه قرآن همین هست در تاریک های مختلف زندگی در فتنه ها در مواقع مختلف موضع گیری های مختلف اینجاست قرآن عقل انسان روشن میکنه بره. بهت میگه کجا قدم بذار چطوری برو پس قرآن کتاب حقیقتا فهم است م... کتاب اقلاست هر کس که عاقل هست قرآن میفهمه هر کس عاقل نیست میفهمه و میگه من نمیفهمم همونطور که مشرکین میگفتن درست میگفتن ما قرآن نمیفهمیم چی میگه یعنی خودشون به حماقت میزدن که ما قرآن برامون قابل فهم نیست در حال قرآن میفهمن که من خیلی واضح و روشن هست فقط آخرین چیزی که اشاره کنیم بله. عبدالله بن تونستن بلاد نوبه را هم فتح کنند بلاد نوبه یعنی بله. الان سودان امروز هست اگر ما در نقشه اینو ببینیم در ویکیپدیا دقت کنید که میگه معرفی میکنه که نوبه چیه نوبه نام منطقه است در آفریقا در امتداد رود نیل است که از جنوب به شمال سودان و از سمت شمال به جنوب مصر محدود میشه نیمه از سرزمین نوبه میگه جزء کشور مصر و نیم دیگر جزء سودان است منطقه نوبه از جنوب اسوان تا دنقله در سودان ادامه دارد حالا اشکال نده مستارن که کشتی مایمون مشکل داره در دنقله دنقله اون زمان هم پای تخت بلاد نوبه بوده که الان سودان, سودان امروزی هست بله الان که میگه امروز دیگه نصفش در مصر هست نصفش در سودان هست در امتداد رود نیل بوده به دنقله که میرسد عبدالله بن سعد بن نبی سرح نتونست این پایتخت به خاطر استحکاماتی که داشته فتح کنه صلح میکنه یه صلح تقریبا اقتصادی بوده بله. که یک رابطه اقتصادی و تجاری بین مصر و بین بلاد نوبه برقرار میکنن که بشو. خب بعضی جنسها به بلاد نوبه از مصر فرستاده میشه در اونجا و در مقابل آرد و گندم این چیزها مثلا فرستاده بشه تا الان این رابطه میان سودان و مصر در واقع وجود داره <applause> آره منظور <تصفح> که این الان که آره یه مدتی هم که تقریبا یکی بودن که بعد از فتح اسلامی که دیگه یکی شدن ده ده. خب الان پس این بلاد نوبه هم همون آ آ آ آ آ سودان امروز هم حقیقتا یک ابتدای اون که گشایش و فتح اون توسط عبدالله بن سعد بن نبی رخ داد اون وقت تموم است دیگه تشکر <applause> و ممنون از حسین از گرامی ممنون از حضورتان الله حفظ حضور و نگهدارتان باشه بیننده از حوصله شما و حسن استماع شما هم ممنونیم تا برنامه بعد همتون و الله متعال می سپاریم الله یار و نگهدار همتون باشه